شما شاید اینمی ترغیبه یک ایدی ببینین که خیلی بد است، من ایره به عنوان یک نعمت میبینم. دقیقا فرض کنیم از منیجری که تو مثال دادی، هر اندازه که تو را قید کرده رئیس در اصل تو را قوی تر کرده رئیس، هر اندازه که تو را قید کرده رئیس تو را با دیسپلین کرده رئیس، هر اندازه که تو را قید کرده رئیس تو را ماهر کرده رئیس، و روز میرسه که تو تا حد قوی میشی که دیگه یه آدم نمیفهمه که ضعف انسان چیست، چی کنم که ای را بکشم، به شرط که تو تسلیم نشی، به شرط که تو مغزت کنترل کرده بتانی. ترانسپورت از طرف چرا؟ چون یک دقیقه ناوقت آمده بودی. درست است، فردا دو دقیقه وقت میبرایم. برد گفت که در شفت شو اگه کار نکنی تو را میکشم. درست است، در شفت شو کار میکنم، اما اینی اصول را مدارم. جالب چیز، ما با عین چیزا متقابل شدیم. پس شما آپشن های اونا را نگیرین، آپشن سوم کرییت کنین. و به خاطر اینکه موضوع ترغیب چون خیلی یک چیز فاحش است و خیلی مردم قربانی زی شده، به خصوص در دفاتر در وظایف، من یک مثال دیگه براتون میتونم. این ترغیب خیلی شکل پلان گذاری بوده میتونه. در قریاجات چیز رواج است، در قریاجات چه رقم رواج است؟ خودت هستی یک آدمی که یک کس خیلی عادی میخواد زندگی کنه، اما من از تو به عنوان یک خان خبر دارم که تو خیلی آدم باجورت هستی. مثلا در سر قردا سر اوقت یکی جنگ کردی، کلی زور شکستاندی، در حالی که خیلی آدم عاجز هستی، اما وقتی که حسابت خراب میشه خیلی زده نیستی. حالا من به عنوان خانه که دشمندار هستم، چطور میتونم تو را غلام رایگان خود کنم؟ میفهمی چی میکنم؟ ای ترغیب است، ای تعریف ترغیب است که من دایی که سبرتان میگم و میخوایم منظمی که سر کل دوستا بشنوه. من میگم یکی از دوستای من که تو برو پیش زی شیطانی کو که یک آدم دیگه خدای ناخسته به ناموسی تو ضرر رسانده، و او آدم میگم که تو برو برای او هم شیطانی کو کی به ناموسی تو ضرر رسانده، چون من میفهم تو یک آدم احساساتیستی. بعد تو میری گرم او را میکشی، امی که کشتی من بچار روان میکنم کلا مسیر پیش من بیار، مسیر پیش من میارن، من میگم چرا ایره کشتی؟ والا اینا تو یک بود، آه از او خبر داره، مال شاید دو سرش منکر شوه، اما یک کار کو، حالی که تو را کشتی خود تو را زنده نمیمانه، آه والا خان صاحب من را زنده نمیمانه، پس تو یک کار کو، بتی بچه را سالا بگی سالا را سر از صبح تو کت مستی کسی یک تاری مویت هم سعی کرده نمیتانه. تو میگه خوب مدگران ندارم، او را کشتیم، اگه برایم بدون اینکه حمایت خانه داشته باشم او پس مرا میکشه، اگه سلاح خانه بگیرم و کت خان به عنوان باریگاردش باشم مرا چیز کرده نمیتونه. بعد یک ماه خان برای تو پیسام میته، برای تو نانام میته، قدر تو را میکنه، سلام برات میته، یک ماه بعد دیگه برات خان میگه که فلانه جای یک نفر از باید تو بکشی، چی میکنی؟ نکشی، خان ازت سلام میگیره، از خانیت بیرون میکنه، او دیگه منتظر است تو را میکشه. اگر بکشی تو دیگه غلام خان شدی، و این خانه باز چی میگن؟ نام دارن به نام جگره مار. این جگره مارا باز چی میکنن؟ باز اینا مثلا تو دشمنی داری، زنگ میزنی به من خانه که جگره مار هستم، که افراد به این شکل غلام خود ساختیم، که تو میشینم میگم بگو بیادر، والا یک نفر مرا یک کس کشته زور ما نمیرسه. خب 12 لک بتی من میکشم اوره برد، 12 لک از تو میگیرم، اینمی جوانه که غلام فکری مگشته و ایره ترغیب کردیم دیگه آپشن نداره، ایره میگم برو اوره بکش. اینال وقت زمان گذشته رئیس، ای آدم در یک سال 8 قتل کرده و 8 نفر میخوای اوره بکشه، خانه نی، اینال او چطور خانه رها کنه؟